سلام به کلاس درس خوش اومدید خب امروز میخوایم با هم دیگه در مورد فضای آرسه صحبت بکنیم که در حقیقت همون فضای سبودی هستش در هندسه تحلیلی پس فضای سبودی یا فضای آرسه خب چیزی که قبلا ما با هم دیگه دیده بودیم توی ریاضیات فضای آردو بود که با هم دیگه شناختیمش فضای آردو که چه جور فضایی بود یک فضای دو بودی بود درسته فضای آردو یاد یه مروری بکنیمش چون کمک میکنه به شناختن فضای آرسه فضای آردو چی بود در حقیقت یک صفحه بود یه فضای دو بودی میشه یک صفحه که ما توی هندسه می اومدیم توش دو تا محور مختصات تعریف میکردیم محور ایکس ها و محور وای ها درسته محور ایکس ها و وای ها رو داشتیم در فضای r و اون وقت این محور X ها و وای ها رو برای چی استفاده می کردیم؟ برای اینکه هر نقطه دلخواهی توی این صفحه اگر می داشتیم نقطه P می آمدیم اگر ازش دو تا خط عمود یکی به محور X ها و یکی به محور وای ها رسمی کردیم اون وقت یه معلفه X برای نقطه به دست می آوردیم مثلا X0 و یه معلفه وای و اون وقت هر نقطه ای توی این فضا رو ما میتونستیم با یک زوج دوتایی x 0 و y مشخص بکنیم که معلفه x و وای اون نقطه همون بود و این برای هر نقطه یک تا بود یعنی اگر ما یک نقطه مثلا پی پریم اینجا مثلا انتخاب بکنیم اون یه معلفه x و y دیگه داره برای خودش درسته مثلا xش x1 و yش هم y1 هستش پس هر هر نقطه ای رو توی فضای r با یک زوج دوتایی میتونستیم نشون بدیم و برعکسش هم بود یعنی هر زوج دوتایی یک نقطه رو به مشخص میکرد توی فضای آر دو مثلا اگر به ما میگفتن که نقطه ای به مختصات مثلا منفی یک و منفی دو ما خیلی سریع میومدیم تو این صفحه پیداش میکردیم میگفتیم خب ایکسش منفی یک هستش وایش هم منفی دو هستش پس این مثلا نقطه ای هستش که با مختصات منفی یک و منفی دو مشخص میشه خب پس این نشون میده که در حقیقت توی فضای آردو ما یک تناظری داشتیم بین زوجهای های دوتاییمون و نقاط صفحه X و هر نقطه رو میشد با دوتا معلفه ایکس و وای مشخص کرد و هر زوج ایکس و y که بهمون میدادن یک نقطه رو مشخص میکرد خب این فضای دو بودی بود که ما قبلا شناختیم فضای آرسه فرقش با آردو چی هستش؟ خیلی مشابه اصولش تنها چیزی که داره اینه که فضای R3 یک فضای سبودی هستش بنابراین همه چیز توی یک صفحه دیگه قرار نداره ما یک محور جدید هم توی فضای R3 داریم پس برای نشون دادن فضای R3 ما احتیاج به سه تا محور مختصات داریم که من اینجا سعی میکنم براتون بکشمش یک محور X ها رو یک محور از اول بکشیمش بعد نامگذاری میکنیم پس این یک محور این هم یک محور دیگه و این هم یک محور دیگه خب جوری که نامگذاریشون میکنیم یه خورده با فضای آردو متفاوته اینجا این میشه محور X هامون این میشه محور وای هامون و این هم محور جدیدمونه که اسمشو میذاریم محور Z خب اولین نکته این هستش که این سه تا محور دو به دو بر هم دیگه عمودن یعنی چی یعنی مثلا محور Z به محور وای عموده به محور X هم عموده و همچنین محور X و Y هم بر هم دیگه عمود هستن پس هر دو تایی از این سه تا محورمون رو که انتخاب بکنی بر هم دیگه عمودن همونطوری که تو فضای R2 محور x و y بر هم دیگه عمود بودن خب اما چرا حالا اینطوری نامگذاری کردیم و مثلا نیومدیم این محور رو اسمشو بذاریم x و این یکی رو اسمشو بذاریم y دلیلش این بوده که اول من اینا رو خط بزنم چون درست نیست دلیلش این هستش که ما محورهامون رو جوری انتخاب کنیم که قانون دست راست براشون برقرار باشه قانون دست راست قانون دست راست چی هستش احتمالا توی فیزیک شنیدید قانون دست راست و این هستش که اگر ما انگشتای دست راستمون رو بیایم در راستای محور x ها قرار بدیم پس فرض بکنید که این راستای انگشتای دست راست من هستش و بعد بیایم انگشتانمون رو بگردونیم به سمت محور وای ها یعنی در این جهت بچرخونیم اون وقت انگشت شستمون باید در راستای محور زد باشه همونطور که میدید برای این شکلی که من اینجا کشیدم قانون دست راست برقراره میتونید دستتون رو بزنید در راستای محور X دست راستتون رو بچرخونید به سمت محور Y و میبینید که انگشت شستتون به سمت محور Z هستش اما اگر جور دیگه ای نامگذاری گذاری بکنید مثلا اینجا رو X بذاریم و اینجا رو Y اون وقت قانون دست راست برقرار نخواهد بود چرا ما میخوایم قانون دست راست برقرار باشه یک قرارداد هستش که برای اینکه یکسان باشه نامگذاری محور و هر کسی به هر ترتیبی که دلش خواست نامگذاری نکنه میگیم که این قرارداد قانون دست راست رو باید رایت بکنیم توی تعیین اسم محورهای مختصاتمون خب حالا توی این فضای R3 که یک فضای سبودی است همونطور که توی فضای R2 هر نقطه با یک دوتایی مرتب دوتایی مرتب که در حقیقت X و Y اون بود مشخص می شد توی فضای R3 هر نقطه با یک ستایی مرتب ستایی مرتب مشخص میشه مثلا یک نقطه پی اگر داشته باشیم مختصاتش خواهد بود مؤلفه ایکسش که مثلا ایکس هستش وایش که مثلا وای هستش و مؤلفه زدش که زد هستش خب چطور این مؤلفه ها رو میتونیم تعیین بکنیم وقتی یه نقطه توی فضای سه بعدی داریم من الان از یک شکلی از کتابتون کمک میگیرم که خیلی راحت به ما نشون میده که چطور میشه این سه تا مؤلفه رو تعیین کرد قبل از اینکه من این رو مطرح کنم یه مطلب کوچیکی یادم رفت یک تعریفی هم که اینجا داریم تعریف مبدع مختصات هستش مبدع مختصاتمون هست که توی فضای آرسم دقیقا همونطور که توی فضای آردو تعریفش میکنیم توی فضای این نقطه ای که محور ایکس و وای با هم دیگه تقاطع داشتن مبدأ مختصات بود که اسمش رو میذاشتیم او بزرگ و مختصاتش بود چی صفر و صفر درسته عین همین برای فضای ارسم هست یعنی نقطه ای که محور ایکس و وای و زد همدیگر رو توش قطع میکنن مبدأ مختصاتمون هست که اسمش رو او و با ستای مرتب صفر و صفر صفر مشخصش میکنیم پس این مبدع مختصاتمون هست حالا نسبت به مبدع مختصات میشه هر نقطه ای رو با یک ستایه مرتب نشون داد توی فضای آرسه که الان با استفاده از شکل کتابتون راجبش صحبت میکنیم خب این شکل نگاه بکنید اینجا ما محور های مختصاتمون رو داریم این محور x هامون هستش من بزرگتر می نویسم این محور وای هستش و این هم محور z هستش درسته و بعد اینجا یک نقطه پی داریم که من با حرف قرمز اینجا می نویسمش و این هم مبدع مختصاتمون هست او درسته خب حالا این نقطه پی رو که داریم ما میایم از نقطه پی سه تا صفحه رسم می کنیم صفحه زد رنگ موازی با صفحه ایکس وای هستش یعنی این چی هستش موازی صفحه اکس وای هستش خب صفحه آبی رنگ موازی با صفحه xz هستش یعنی در حقیقت این بخش صفح اون صفحه ای که محورهای x و z میسازنش و این یکی صفحه تقریبا چرنگی میشه این نمیدونم کرمی رنگ بذاریم اسمش رو این صفحه موازی با موازی با صفحه z هستش خب پس ما سه تا صفحه کشیدیم که هر کدوم با یکی از صفحاتی که محور مختصاتمون دو به دو میسازن موازی هستش خب حالا این صفحه زرد رنگ جایی که محور زد رو قطع میکنه محور زد رو همطور که میبینی توی نقطه قطع میکنه درسته فاصله این نقطه فاصله که این نقطه از مبدع مختصات داره یعنی این فاصله در حقیقت میشه مختصات مختصه زد نقطه پیمون یعنی اینجا میشه زد صفر جایی که این صفحه محور زد رو قطع کرد جایی که صفحه آبی رنگ محور وای رو قطع میکنه یعنی این نقطه میشود وای صفر یعنی معلفه وای نقطه پیمون و جایی که این صفحه کرمی رنگ محور ایکس ها رو قطع میکنه یعنی این نقطه میشه x0 که معلفه x نقطه p هستش پس نقطه p رو میتونیم با ستای مرتب x0 y0 و z نشون بدیم درسته و همیشه هم ترتیب اینجوریه معلفه x بعد معلفه y و بعد معلفه z خب برای اینکه این صفحه ها تو یادمون نره که چه بودن خیلی راحته ببینید صفحه زرد رنگ در حقیقت صفحه‌ایه که از نقطه p میگذره و بر محور z ها عمود هستش یعنی این این صفحه است صفحه کرمی رنگ از نقطه p میگذره و بر محور x ها عمود هستش یعنی این زاویه این صفحه با محور x قائم است و صفحه صفحه آبی رنگ هم باز از نقطه پی میگذره و بر محور وای ها عمود هستش چون صفحه موازی با مثلا صفحه xz هستش آبی رنگ پس بر محور وای ها عمود خواهد بود خب این سه تا سفر که می کشیم توی سه تا نقطه قطع میکنه کنه محور X و Y و Z رو و اون می شود مختصات نقطه پیمون مون حالا برعکسش اگر یه سه مرتب به ما بدن و ازمون بخوان که بگن که این سه مرتب چه نقطه رو توی فضای R3 مشخص میکنه، عین این همین کار رو میتونیم تکرار بکنیم خیلی سریع مثلا بیاد اینجا یه فضای آرسه کوچیک بر خودمون بکشیم این محور مثلا وایش هستش این محور زدش هستش و این هم محور ایکسش هستش مثلا خب اینجا بنویسیم پس محور و محور ایکس و محور زد اون وقت فرض کنید که به ما گفتم مثلا نقطه پی به مختصات مثلا دو و یک و دو رو پیدا کنید توی این صفحه آرسه ای که اینجا داریم. فضای آرسهی ای که اینجا داریم خب چطور این کار میکنیم؟ خب معلفه x نقطمون دو هستش پس میایم از مبدع مختصات در راستای مثبت محور x به اندازه مثلا یک و دو تا میریم این میشه یه نقطه بعد میایم یه صفحه موازی صفحه yz یعنی این صفحه اینجا رسم میکنیم که از این نقطه x مساوی دو بگذره مثلا یک همچین صفحه ای می میشه درسته این میشه مثلا اولی صفحه بعد معلفه وای نقطه‌مون یک هستش یعنی در راستای مثبت محور وای ها به اندازه یه واحد میریم جلو این میشه ای که معلفه وایش یک هستش باز میایم از این نقطه یه صفحه میکشیم موازی چه صفحه موازی صفحه ایکس چون رو محور وای هستیم اون یکی دوتا محور Z و X با هم این صفحه اینجا رو میسازن پس یه م... یه صفحه میکشیم از این نقطه موازی به صفحه ایکس از این نقطه بگذره و موازی ایکس باشه یعنی مثلا مثلا یک همچین صفحه ای که من با خط چین دارم اینجا براتون میکشم خب این دو تا صفحه اول همدیگر رو توی یک خط اگر دقت بکنید قطع میکنن مثلا این خط قرمز رنگ اینجا سطح مقطعی که این دو تا صفحه اول با هم میسازن حالا میریم سراغ معلفه زد نقطه و معلفه زدش هم دو هستش توی محور زد ها یک دو تا میریم بالا و بعد یه صفحه موازی چه صفحه موازی صفحه ایکس وای میکشیم که از این نقطه زد مساوی دو بگذره یعنی یک همچین صفحه یه خورشک شلوغ شد ولی فرض کنید مثل همین سه تا صفحه زرد و آبی و کرم رنگ اینجا حالا این یکی صفحه این خط قرمز رنگ رو یه نقطه مثلا اینجا قطع میکنه که اون وقت این میشه نقطه پیه ما به مختصات دو و یکو ببخشید دو و یک و دو خب پس این هم اینکه چطور با داشتن ستای مرتب میتونیم یک نقطه رو توی فضای آرسه مشخص بکنیم پس توی فضای آرسه هم دیدید که این فضای آردو یک در حقیقت تناظری برقرار هستش بین ستایی های مرتب و نقاطی که توی فضای آرسه هستن هر نقطه رو با یک ستایی مرتب میتونیم نشون بدیم و هر ستایی مرتب یک نقطه رو مشخص میکنه توی فضای آرسه یه مطلب کوچیکم، هم من خیلی سریع بهتون بگم فرض بکنید که ما دو تا نقطه داریم توی فضای آرسه مثلا اسم یکیش رو بذاریم نقطه p یک این پایین من بمیسم مثلا نقطه P1. به مختصات مثلا x1 و y1 و z1 خب بعد یه نقطه p2 هم داریم که مختصاتش هست چی مثلا x2 و y2 و z2 خب اون وقت این دو تا نقطه با همدیگه دیگه برابرن یعنی یکسان هستن p1 مساوی p2 هستش اگر و فقط اگر این علامت فلش دو طرفه یعنی چی یعنی اگر و فقط اگر چی مختصاتشون یا ستایی های مرتبشون با هم دیگه دقیقا یکی باشه یعنی x1 مساوی x2 باشد y1 مساوی وای 2 باشد و زد یک هم مساوی با z دو باشد پس اگر ستایی های مرتبشون دقیقا با هم دیگه مساوی بودن دو تا نقطه یکسان هستن یا با هم مساوی هن. اگر نه دو تا نقطه دو تا نقطه متمایز تو فضای R3 هستن خب این از معرفی فضای R3 تو کلاس درس بعد میبینمتون اتون خداحافظ